وای خدا جونم اومد. خوب شد که به موقع رسید. چیه با کی؟ تو دیگه چه نقشه ای کشیدی؟ رفتم خونه لباسمو عوض کنم برم شرکت، دیدم در کمد بسته است، کلیدم مونده پیش پروین. خود پروین کدوم جهنم در دهی رفته؟ رفته آموزشگاه رانندگی. حالا چرا اومدی سراغ من؟ من دست کلیدم. دست کلید نیستی ولی همیشه یه دست کلید همراهته. من بیبریم سر کمد، شاید یکی از کلیدات بشه. من نمیام. تازه اگرم بیام باید بدونی که من نهارمو خوردم، شاممو خوردم، صبحونمم خوردم، میوه‌مم خوردم، ناشتایی و همه چی خوردم. خیلی خوب بیا بریم. من شما نهار نمیخورم. خواهش میکنم بیا بریم. بودم منم گفتم زودتر. آدم غلط کردم خارجم. زود باش. کلید بده من. ببرینم چی ببرینم چی ببرینم کلید من ببرم. خدا شب کن کدوم گوری میری؟ خدا کنه یکی از اینا بهش بخوره. آقا بابا این بابا این کلیدا به این کمد نمیخوره، اینا مال کمد خودمه. خدا شکر. نه خیر هیچ کدومش نمیخوره. برو. خیلی خوب، حالا دیگه خیالتون راحت. ما مرخصی، ما مرخصی. برو گفتم. حالا بیا بهاره بیا خوبی کنیم. تو برو عجب گرفتاری شدیم. حتی آقا ببخشین، این کارت انگار مال شماست. چی داره؟ خانومتون داشت رانندگی یاد میگرفت، زد گلگیره عقبمونو قرش کرد. اینو داد بیام اینجا خسارتمونو بگیریم. این پولداری هم از ما دردسری شده، همه میان سراغمون. چونم من زن ندارم، هنوز پسرم، یعنی دارم دنبال یه 49 ساله تقویز میگردم. آخه پسر باشه، دختر باشه، به ما مربوطی، ما اومدیم پولمونه بگیریم. من ببرم؟ آره. اون خانمی که این کارتو به داده، شوهرش الان تو خونه است. برو درو بزن، خسارت تو بگی. بعد تو چی کاری؟ من دوست شوهرم. خب تو بده چطور میشه؟ آخه به من چه ارتباطی داره؟ مذهبتو شک. تو فیلم سنگام یارو نصف تو بود واسه خاطر رفاقت زد خوش و کاش. اون وقت تو نمیخوای خسارت یه گلگیرو بدی با این ایکل گنده. لنگ خدا اون فیلم بود. وایس فیلم کوچه میری؟ تو اصلا میدونی با کی طرفی؟ نه اطلاعاتی ندارم. دیه وایس فیلم به من میگم محمد یول برینه من تا بچه ها به من میگم محمد یول. یول؟ آره یول. اتفاقا منم اول شاخ آدم هایی مثل تارو شکوندم، بچه ها به میگم من مقول قول معبیدی. خب پس باز کمره این قول شکوند بگی بینم ناکش تو مقول بخی کنم. بیا بازدن دست گل با عبداده. میا چیه؟ چی شده؟ این زور بازو هم واسه من دردسری شده. موضوع چیه؟ هیچی بابا، زنه داره گلگیر ماشین اینو خورش کرده، این هم اومده پولو قریشو هم من بگیره. کره متعفن. آخه تو چی میگی با تو مرده؟ خسارتتون چقدر میشه؟ بریم بابا، بریم بگی مردتون بیا. میگم خسارتتون چقدر میشه، چرا دریوری میگی؟ من فهمیدم، بس که تو هم ترت میخوره. من بگی وای بفتش اینجا کشمتون. بیرش کن بیاد بیجلو بیجلو گره چی؟ بیا بگیرم مانه تا اشتی تو من جربه نخی چیه باش بده منی میزنی اونه بگیرم بیا بیا اینجا بیا خواهی بیا اویم شکرم بیجلو بیجلو بگیر کن به هوش بیا، کیو داری میزنی؟ چشماتو باز کن، یارو رفت. طرف رفت؟ آره. موافقی بریم تا آموزشگاه من دوتا چک جانانه بزنم تو گوشه زنه؟ مثل که چاره جزی نداریم، بیا بریم. این چک زنی هم عجب واسه ما دردسری شده. آره جونم بریم. من میرم. اگه آقا اومد بهش بگو رفته خونه نسرینا پارتی. چشم خانم. راستی خانم آقا چند دقیقه پیش اومدن کلید کمدو میخواستن. فعلا که یادم نیست کجا گذاشتمش. باشه تا برگردم پیداش کنم. Thank you.
عجب گرفتاری شدیم. سلام. سلام، خودی میری؟ میرم بچه ها رو از مدرسه بیارم. من این خانم نمیده خونه؟ چرا اومدن کیفشون رو برداشتن، گفتم میرم خونه نسرین خانم اینا پارتی. رفته پارتی؟ رفته پارتی؟ خیلی خوب، تو برو به کارت برس، برو سراغ بچه ها. خب منم دیگه رفتم به کارم برسم. کجا؟ باید با من بیای تا خونه نسرین. این زن رو تو بریشی، من بسی باید تا اونجا هم بیای، دو تا کلاف بهش بگی، بهش بگی این رسم شوهرداری نیست. من به مرگ مادرم نمیام. بیا اینقدر ناز نکن عزیزم، من به کمک تو احتیاج دارم. بیا. آخه مگه من دست پنجم مرده ایسا؟ برو بریم. برابو، ایوا شما اینجا چیکار میکنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ خجالت برای چی؟ خونه زندگیشو ول کرده. خوشو برده. برو بابا، تو هم کلید درو بردی. عمو جان، یه بابا کرم نمیرخصی برامون؟ کلید کمدو بهش بده، میخوام بره لباس عوض کنم. چه بچه زندگیو؟ کلید خونه است. باید برم دو ساعت بگردم تا پیداش کنم. فعلا موقع رقص بیا. بابا بابا من رقص نمیشه. یه بابا کرم جون من، باید برم رقص کنم. نمیشه یالا، چیز غریبیه بابا. شروع کن. این درم هم باشتو پیدا کرم آخه. ماریو جو بی نمیرقصی؟ نمیرقصی؟ چی میگه؟ باید برقصی. نه نمیرقصی، بیا پیدا کرم که خوی رد کنی. نه خیلی خوب بچه ها قلقلن. یالا قلقلن نه بابا. نه شوهرتم قهر کرده داره میره. اینو تو این کرده، اول ادبش کن باید بندازش بیرون. وای اینا رو باز این گره اومد. وای الان این لاشخور منو میخوره. یه نفر بیاد کمک کنه زیر پای من بگیره خودت را. خیلی خوب ای جوون من، خدا پدرتو بیا بیا خدا امواج تو رحمت او توی پای نه یواز کرم چی کنه Thank you.
یا آقای چاق نزیم برای خجالت ایک بری؟ آخ کیه؟ چه؟ خجالت بکشی ایک رو کلی گل سرخ آوردم اندونه به بار را ببر بوس اندونه و سال قیتونه به شرط چاقو میدم اندونه بیرم داداش یه چاقره که آستینش باره باشه این بره نهیدی؟ نه جونم نهیدم اکه به شرط چاقو میدم اندونه به بار را ببر اندونه رو کلو چند میدی؟ 5000 اونا چنده؟ اونا 4000 اونست که اونا باید نره شرط چاقو گل انار ببار را ببر اندونه گل سرخ آوردم اندونه همش رسید از آقا اینو بس تو تا رسو بینیم پیدت کردن بی بیرون بینه به بیه لای اندونه ها چی کامی کردی؟ والا اینجا منتظر اتوبوس بودم مزدم که من دردی الان بد نکم ماسی جونم نوکره تا بیا لگه باشه یه سبینم مرده ایتای خدا سوغا سلام آقا سلام خانم منوز نایمده؟ نه آخر نایمده من بالاخره امروز میبرم شرکت تا الانم نهار نخوردم آقا میخوایم برم واسه تو نون و کباب بگیرم بس کنم پس بچه ها چی خوردن؟ یه خورده نون و پنیر خوردن و رفتن خوابیدن بازم نون و پنیر؟ بسیار خوب اون قشکنه بده ببینم زود باش میخوایم چی کار کنیم؟ هیچی میخوام در کمدو بشکنم لباسم عوض کنم برم بیرون یه زهر ماری کوف کنم بفرمایید آقا اینم قشکن سوالا من رفتم یه ساندویچ مرغ بدید ساندویچ مرغمون تموم شده ساندویچ تخم مرغ بدید چشم متشکرم یه کنیاک بده یه روغن زیتون بچه‌های خوب بیان بشین واسه خودتون بازی کنین بشینین اینجا خود بابا بیان بشین چیکار داری خب حالا چی میگی تا اول بگو کجا می‌خواستی بری می‌خواستم برم شرکت شرکت که پنجشنبه ها بعد از ظهر تعطیله الان هم ساعت 7 شبه اون وقت تو می‌خوای بری شرکت راستش بگم فکرم ناراحته می‌خوام برم بیرون یه خورده قدم بزنم
میدونم کجا میخوای بری، بیا. آخه کجا منو میبری؟ بیا نه ترس، ما که تو رو جای بد نمیبریم. بیا بیا کجا؟ بیا بابا، بیا بابا، بیا. این کلک ها چیه را انداختین حقا؟ تو بیشی، این کارت نباشه. بیشی؟ خب حالا یه خوری میوه بخور تو برنامه شروع بشه. خیلی خوب. لیم سرسخت کلیف ریچارد، آقای کلوف ریچارد برای شما آهنگ اجرا میکنند. بیا او دم. منظورتون از این کار چی بود؟ آخه تو شبا دیر میای خونه، ما هم ناراحتیم، براش برنامه درست کردیم که دیگه نری بیرون. خیلی خوب نمیرم، اما الان یه ساعت از شب میگذره، مامانتون هنوز نیومده خونه. چرا واسه اون ناراحت نیستی؟ بابا جون تو چرا انقدر با مامان جون لجی؟ آخه اون خیلی خودشو گرفته، وقتی جلو آینه وای میسه فکر میکنه آنیتا اکبرگ. آنیتا اکبرگ کیه؟ با اون هیکل دیلاغش رو دندونه این ریختیم، مامان جون خیلی خوشگل تره. بچه تو حالا خیلی زوده بفهمی آنیتا اکبرگ چی داره. بابا
میدونم آنیتا ایک برکشی داره، خواستم جلو این نگم. آنیتا ایک بریکیه، یه خورده از آلن دلون حرف بزنی. بفرمایید بابا، تلفن داره زنگ میزنه. هوای این نامزده آلن دلون داشته باش، تو من الان برگردم. الو، مثل که امشب میخوای ما رو علاف کنی. منظورت چیه؟ تو قرار بود یه ساعت پیش بیای اینجا، پس چطور شد؟ سرم یهو درد گرفت، اومدم یه خورده دراز بکشم، خوابم برد. خب حالا باشو بیا دیگه. نه دیگه، باشه برای فردا. سرم هنوز خوب نشده. چی؟ فردا؟ من اگه امشب نبینم دق میکنم. نانازم، من نمیخوام، یالا همین الان باشو بیا. آخه سرم خیلی درد میکنه. دواش بشه منه جونی، بیا دیگه. خیلی خوب، میام. به سلامتی خودت. سلامتی. دلم میخواد اینقدر بخوریم که خودمونو فراموش کنیم. من که مدت هاست خودمو فراموش کردم. آه. چه خوب، دوست دارم هر وقت میای پیش من همه رو فراموش کنی، حتی بچه هاتو. چنده از جو؟ ساعتو برلش. من به بچه هم قول داده بودم پامو امشب از خونه بیرون نذارم. پس کی میای؟ من فردا نهار میای. نه، فردا نهار مهمون عمو جونم. عمو جونم سه دیوار به دیوار ماست. نازه، ما فردا زور میام جلو شرکت، بای میسم بیام ایت اینجا. عمو جون باشه واسه یه روز دیگه. نه گوه بابای عمو جون، اصل کار برا حاضر آقا. بدش من. ای با شما چرا زحمت میکشی؟ خودم میبرم، شاید خجالت بکشه از خواب بلند شه. الان میاد ازش اجازه میگیریم میریم. چه؟ چی میخواین؟ بابا جون اجازه میدیم بریم خونه عمو جون، عمو جون رو دعوت کنیم نهار بیاد اینجا. علی بابا، اون دیگه خونه ما نمیاد، خودتون سباک نکنید. تو اجازه بده، ما خودمون رازیش میکنیم. خیلی خوب، بریم. مرسی بابا، مرسی. من امروز اشتهار ندارم نهار بخورم. چیزی نیست، روزل کردی، امشب خودم بهت یه مصر میدم بخوریم. من اصلا روگل ندارم، اشتهام دارم، اما پشت دستم رو داغ کردم که دیگه اینجا غذا نخورم. پس معلوم میشه ما رو اصلا دوست نداری. ایشه اینجوره، شما فهمیدی سر عبو جونو چجوری چیده ببالیم. مامان جون کجاست؟ اون بالا. اون بالا؟ پس من میرم به سغرا جون بگم. تر از این آخه من نمیفهمم شما چرا مثل خروج جنگی میپری به هم؟ نمیدونم والا، ببین حرف حسابی این زن چی؟ ببین چی میخواد؟ حرف حساب من حرف حساب اینو فهمیدم، حرف حساب چی رو دخالت نکنه؟ با باشه میبازه کنه؟ کودکم میگرن ها؟ بر باریدام! صاحب کنم 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 کنم
بچه ها رو چرا میزنی؟ وایسه ببینم، صبر کن. ما با هم تو داری کجا میری؟ واسه نهارتو بخور. باز میگه نهار؟ خب راست میگه، دروغ که نمیگه، بچه ها منتظرن تو واسه نهارتو بخور. تو رو بر بخور که مادر نارمن نوکرتم، نگو نهار. آخه بچه ها منتظر تو هستن، تو مجبوری نهار باشی. من پدر اون بچه ها رو در میارم، نگو نهار. آخه سغرا کلی واسه نهار تهیه دیده. من پدر اون سغرا رو در میارم، نگو نهار. تو واسه نهارتو بخور، بعدا زود هر چی که خواستی میتونی. باز میگه نهار؟ خواهش میکنم بمون نهار تو بخورم. من باشم نهار بخورم. آره دیگه ناز نکن. نهار نهار آره دیگه من نهار بخورم. آره چی میکنی؟ اینم نهار. چی کار داری میکنی تو؟ اگه یه دفعه دیگه منو دعوتم کنی نهار بدی، این تیکه پارتو میکنم. حالا کجا داری میری؟ این تیکه پاره کردنم واسه من عجب دردسری شده. آقا کجا تشریف میبرن؟ میرم دیوونه خونه. مفتیش روی زنده جیره ببرن. برو که همونجا جاته. معذرت میخوام، من همونم که دیشب تو عقضی فروشی شماره تلفنتون رو بهم دادین. میخواستم ببینم فرمایشی داشتین. معذرت میخوام، لطفاً یه دقیقه گوشی دستون باشه. پاشو پاشو برو، مامان داره میاد اینجا. باز داری کلک بزنی پوری کلک زن؟ تو بمیری؟ نه الان تو تلفن گفت دارم میام. خیلی خب میرم، اما خدا ذلیلت کنه اگه دروغ بگی. ببینم به پول نمیدی؟ پول؟ چرا؟ بفرمایین جیبان. اینه او کلم تمیسه تمیسه. خداحافظ. خاک بر اون سر گرت کنه. خیلی ازتون معذرت میخوام، مامانم اینجا بود نمیتونستم حرف بزنم. خب شما همون آقای دیشبی هستین؟ بله خودمم. میخواستم ببینم فرمایشی داشتین؟ ولی کار مهمی نداشتم، فقط میخواستم بپرسم مگه شما زن ندارین که شب میرین عقضی فروشی شام میخورین؟ چرا؟ بی زنم نیستم. پس از قول من به خانومتون بگیم بیشتر به شما برسه، چون این روزا دوست شوهر خیلی زیاده. اینشالله که شما سابقه شوهردازی ندارین. اتفاقا من ازدوازم. نه شوخی کردم، آن بیمیل نیستم شما را از دست خانومتون بگیرم. خب دیگه با اجازتون زحمت رو کم میکنم، چون گرسنه میرم یه چیزی بخورم. اتفاقا منم نهار نخوردم، اگه دست پخت منو قبول داشته باشین میتونیم بیایم با هم غذا بخوریم. منم سیر شدم. بابا جون که خونه نیست از نهار با آدم نمیچست. آره راست میگی. خب من زودتر غذا رو حاضر کنم، چون تو تلفن گفتین گرسنمه. گرسنم هست ولی زیادم عجله ندارم. مردو باید از روی شکم میگردش جونی. اگه خانومتون این موضوع رو میفهمی تو خونه من واز نمیشه. بله روز اول همه همینو میگن رئیس دوسا. نسرین جون بیا بازی کنیم. چی بازی؟ عروسک بازی؟ نه بیا پاپا و مامان بازی کنیم. قبوله، اما من باید بابا بشم. تو بابا بشی؟ پس چی بشم؟ تو باز هم سغرا بشی هم مامان، منم پاپا میشم. خیلی خوب باشه، پس حاضر شو تا من بیام. باشه. حاضری؟ آره. خیلی خوب. سوقی؟ بله آقا. سلام. سلام خانم کوش. صبح که شما رفتین خانمم رفتن بیرون. نگفت کجا میرم؟ چرا، گفتم میرم آرایشگاه، از اینجا میرم فال قهوه بگیرم، بعدم میرم تمرین رانندگی. متاسفانه اینا هیچی درست نکردن. الان نزدیک دو بعد از ظهره، منم گرسنم. آخه این که نشد وضع شوهرداری. نشد که نشد، مگه من کلفت تو هم، کنیز تو هم؟ من که نمیتونم واسه تو و شما نهار تو خودم تو خونه زندونی کنم. بالاخره تشریف من کیه؟ امروزم باید برم بیرون نهار بخورم. خب برو جونم، کسی جلوتو نگرفته.
خدا یا تو رو مرگ بده منو راحت کنه یا منو راحت کنه تو رو مرگ بده. چی گفتی؟ زن این مرده به من داری برای میگی الان تکی پرت میکنم میکشمه. چی گفتی؟ گاه بر پریده عدای منو در نسی رو حالا نشد نفسی منو در میری خدا حالا حساب تو هم میرسم. گریه نکن قربونه دارم آخه خوب نیست آدم عدای مامانش رو دراره. خب نه نرو خسرو جون آخه خونه نگفتم ممکنه دل واپس بشن. یه ننه دل واپس میشه؟ نه اون هیچ وقت دل واپس نمیشه بچه ها رو میگن. پس که هم دیگر رو میبینی؟ کی؟ فردا نهار رو با هم میخوریم. جون چرا الان چند وقتی بابام شب و دیر میاد خونه؟ نمیدونم شاید کافه و اینجور جاها میره جونم. مگه کافه چی داری که خونه ما نداره؟ اونجا رقص داره، آواز داره، سازه، اما اینجا چی؟ بلاله شور برق میکنه بلال دق و دق میکنه بلال همه رو خبر میکنه بلال آی پول میخوام پول حلال آی بر رو بریون حلال آی پول میخوام پول حلال امون شنو وای ننه قربونت برم بازم که تو زهرماری خوردی برو به زن و بچه هات بره. من وای میستم با هم بریم. من نمیتونم بیام میخوام بلا زهرمار کنم تا تو برسی منم اومدم. من کجو برم؟ من تازه ویرم گرفته تو برام برخش. چی؟ برخش ساعت 10 شب گوشه خیابون جلوی مردم واسه تو برخشم. آره قربونت برم مگه خسرو جونه که دوست نه؟ چرا خیلی اما میخوام سر به تنت نباشه. امواز برم ننم خسرو جونه من برخص خواهیگره اومد خسرو جونه قربونه برم من یه جا قایب گویی الان منی میخوای خواهیش برم من یه جا قایب گو برخصه تو جیبه بچه ها شروع کنی میخوام برخصم بزنی نوبر بلال نوبر آشیر بلال آشور بلال از کیم نواج ملوستره آشیر بلال آشور بلال نیام اما شده پیش لپر لانگ اندازم نگارم طالبی زیر ابرو چشم چیدی یا که گردو فال بگشت تا خلقت باشه. خب بچه ها دیگه بخوابیم. اینو بده به من نسرین جون. آها بارکلا دخترم بخواب. آها بذار روتم بندازم بارکلا. خب تو هم بخواب. آه.
شب بخیر. شب بخیر دوخی جون. شب بخیر دخترم. بخواب. منم دیگه میرم بخواب. خب؟ نسرین بابا هنوز نایمده ها؟ آره میتونم. حیف اون برنامه ای که واسش درست کردیم. کیفشو کرد و فلنگو بست. ماما جونم هم هیچی بهش نمیگه. مثلا چی بهش بگه؟ خب بگه چرا چند هفته از شبا دیر میای خونه؟ باره بابا تو هم خود مامانم همیشه یک روز شد لم. خودتو گرفتی؟ تو فکر میکنی کی هستی؟ من کی هستم؟ من یه شوهر بدبخت فلک زده که تو خونه خودم هیچ که نمیخواد بفهمه درد من چیه. هیچ که منو درک نمیکنه. ای بیگانه آی کنایه صحبا بچه ها رو ورده بر بالا. خیلی فعلا که تو مستی حرفامونو میذاری فردا صبح میزن. وایس ببینم کجا بلوشو به من دست نزن. گفتم به من دست نزن. کجا نمیدی بلم کن سخرا برو اوجونو خبر کن بیاد. بلم کن تو این آسونه دست من در نمیدی. همینطوری که تو آسونه من به این روز بیفتم بچه همه خودتنم برزن تو هم باید من بازم چیه باز چی شدی؟ آقا خوشت
سر چی دعواشو شده؟ نمیدونم والا، مثل اینکه آقا دوباره مست کرده. مست کرده؟ آره. از قول من بهش بگو یه خود آب لیمو بخوره، حالش خوبه خوب میشه. خواهش میکنم بیاین، داره خانومو میکشه، تو رو خدا بیاین بریم اونجا. آخه من شلوار آستین کوتاه پامه. خب حالا اینو بده سرت که خوشگل میشه. چشم داره بیلی بیلی. جمیله یک جوار منم. تو؟ منم. آخر منم منم. عاشق ماسخیر منم. منم 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 نه خیر منم منم اونه با مسکن ما شده دیفونه خونه اگه هیشکیه ندونه آموشون خوب میدونه اونه با مسکن داره خانمو میکشه نه؟ نه خونه دل به دریا میزنم. تو بیا سر به صحرا میزنم. بسرو جونم، بسرو جونم بیا تحویلش بگیدی. والا چرا اینجوری میکنین آقا؟ مگه من مادیونم که سوار من میشی؟ بلند شمو جون ناراحت نشو. اما جون تو سواری دادن رفوزه شدی. شما خجالت نمیکشی؟ چرا خجالت بکشیم؟ چرا خجالت بکشیم؟ ساعت 11 شب اینجا توجه کار نکردی؟ نه آقا دیگه نکردی. تو زیر دوش بودی؟ حالا این حرفا رو ولش بریم برات غذا بکشم. شون بخورم مجید؟ من شون بخورم؟ نه دیگه ابو جهاری که چند روز پیش بهم دادی متعقب بشم. قلبان خپله وارد گود می شود. اول نهار حاضر کن که من خیلی گرسنه. چشم. مرسی. همین الان حاضر میکنم تو بشین. امیدوارم دست پخت منو بپسندی عزیزم. مطمئن. کجا رفتم؟ یعنی چه بسید که همین جاش؟ نه ای خدا. پس سینما چطور میشه؟ از 3:55 میام اینجا که با هم دیگه بریم. خیلی خوب، منتظر میمونم تا بیه. حالا
موقعشه که برم با طرف حرف بزنم. ولکن خیلکرم گرهش مرسی. صاحب این خونه در کوچولو کیه؟ های شب خونه شب خونه جناب عالی؟ وای نه نه این چه دلوکسه. شب خونه شمایی؟ بله خودم. خواهش میکنم خودتونو معرفی کنم. احتیاجی نیست خودم رو معرفی کنم، من فقط اومدم یه مطلبی رو بگم و برم. معلوم نیست شایدم نره. شما چرا خودتونو معرفی نمی کنی؟ شاید من از شما خوشم اومده باشه. نه این نازم عجب دردسری واسه ما شده، هر چه میری میخوان ناز ما رو برن. خانم فعلا این حرفا رو بذاریم کنار، چند کلمه جدی حرف بزنیم. خسرو خان زن داره، دو تا بچه داره، صلاح شما در اینه که زودتر شاخو بکشیم ولش کنیم بره. بره بله برش کن. بیاین به سره رو ولش کن، من خودم میگیرم. این دستی میبینم چند سالته؟ 29 سالمه جون. خیلی خوب دیگه کار تمومه. 11 سال دیگه با هم عروسی میکنیم، چون من از زنهای 40 ساله خوشم میاد. گل خونه ای با خدا مردم بده آدادش هم من خونه چه خاکی به سرم بریز. اول یه خاکی تو سر من بریز، این سرم از در دردیتر شده باشه. ما هرچی میریم من خاک بریزم روش. سلام. سلام، اون چی خریدی؟ کفتره، بگی واسه امشب یه چیزی درست. کجا داری میری؟ میرم یه چرت بخوام. اونجا نه، برو تو اتاق خودت. خیلی خب، میرم تو اتاق خودم. نه یه جوری فرار کنم. از اینجا میشه فرار کنم؟ نه خیر، نمیشه، میشه. خیر، بله، از اینجا حسابی میشه فرار کرد. خیر معمول چاک 07 وارد تنگه وحش. من خود به یه چیزی چیه؟ زیر پای من چیه؟ هرچیت چی بود؟ چرا کفش منو در بیاری؟ من باقی چیه؟ بازم توی آقای گرد اینجا اومدی چی کارای مشکم بری؟ مالم نه، مالم اومدم به خانوم یه ماشین بفروشم. آها لابد با سمینم از در گارج اومدی. آره؟ آره. آخه من تو معاملات ماشینم. درسته. یادم میاد یه وقتی هم چند تا ماشین 4 سفت داشتی تو خط پشت گردن کار میکرد. این تنو کفن کردم، جدی میگم. میخوای جون خودی یه ماشینم به تو بدم قسطی، تاکسیش کو. آره ماشین قسطی، باور کردم. باور نکردی؟ ماشین قسطی اونم به من. خیلی دوست دارم، مردشون کله گره که ببرن. الان میرم باید ماشین رو برمیدارم بیارم. باید بگیرم کجا؟ خوش میداری؟ یاغونت بکنم. نه من که گفتم میرم برای تو ماشین بیارم، تو من کدک میداری؟ سبتات میکنم. مرا همه سبتاتو میذارم اجرا باید برد خاک برچک که برو باب شو تن لاش بی او بیا تو شکم، تو شکم، تو شکم، تو شکم، مردی میجلو هم برو اونجا. گردی.
تا بری؟ داشتم میمدم پیش تو. خب ببینم چی کار کردی؟ زحمت کشیدی. مگه؟ من بعد از اونی اصلا سر کار نرفتم. چی؟ رفتم خونه یارو زدن پتاو کردم. راست میگی؟ بله. چی شد؟ این تخت پایه نداره بابا. خیلی خیلی بد شد. معذرت میخوام. خب میگفتی؟ هیچی دیگه، رفتم خونه یارو زنه رو پیدا کردم، دیدم بله خبرها شده پشت. کار از کار گذشته، فرده پس فرده با هم عروس کنه. او نه. هرچی بهت گفتم پروین جون، قربون اون شکل ماهت برم، قربون اون شکل ماهم بری، بجوم شوهرت داره از دستت میره، گفتی نه همچی آشق نیست که از دست من بقاپرش، حالا برو ببین چجوری از دستت قاپیدنش. بله برو ببین. راست میگی عمو جون، من همیشه تو زندگی دیر به داد خودم رسیدم، ولی خسرو هم نباید این کارا رو بکنه، چون من از اون دوتا بچه دارم. اما تو ببینی تو هم مادری ها، آدم حض میکنی. میگی دختر جون، مرد بیچاره بیرون هزار جور گرفتاری داره، بدبختی داره، دلش میخواد وقتی میاد خونه زنش بیاد جلوش ازش احوالشو بپرسه، دستی سر روش بکشه، لباسشو از تنش در بیاره، یه قضا و یه چرک جلوش بذاره، مرد بذاره، شتربق بذاره، چلو بذاره، بسنجون بذاره، قرمه سبزی بذاره، یه ظرف کم شد دو ظرف، دو ظرف کم شد سه ظرف بذاری، سه ظرف کم شد چهار ظرف بذاری، خلاصه تر و خشکش کنی. اما تو هیچ وقت نخواستی بدونی احتیاجات شوهرت چیه، از چی خوشش میاد، از چی خورت میاد، خلاصه زن مخملی هستی. خواهش میکنم عمو جون، خواهش میکنم. خلاصه اون از شوهر دارید، اون از پایه تخت، از لبه بخارید، اینم از مبلت. حالا بگو چی کار کنم؟ من نشونی خونه اون زنه رو بهت میدم، تو برو باش حرف بزن. راست میگی، باید برم باش صحبت کنم. پچه رو واسدی را بیفتی که. بیا بگی، من خودم میبرم اونجا میرسونم. اجازه هست؟ با کی کار داری؟ فکر میکردم حدس بزنین من کی هستم، ولی مثل اینکه اشتباه کردم. من زن خسرو هستم خانم. آهان، حالا فهمیدم. خب اینجا اومدی چیکار؟ اجازه میفرمایین؟ شما که اجازه سرخودی؟ خانم من فقط برای این مزاحم شدم که چند دقیقه راجع به خسرو با شما صحبت کنم. بی خود وقتتو تلف نکن، فایده ای نداره. چشمت کورشه، میخواستی شوهرتو نگهداری. خانم من اقرار میکنم که درباره شوهرم اشتباه کردم. خب هر کسی ممکنه تو زندگی اشتباه بکنه، اما جریمه من نباید این باشه که شوهرمو از دستم بگیریم، چون من از اون دوتا بچه دارم. منم همین بشه. چندونه زیر بغل من نذار، من از تو احمق‌ترم، چون تو هنوز شوهرتو از دست ندادی، اما من 4 سال پیش شوهرمو از دست دادم، حالا هم شوهرای مردمو غور میزنم. البته من قصد توهین ندارم، اما فکر میکنم که خانمایی مثل شما اهل معامله باشن. قیمت اینا در حدود 90,000 تومان. میتونی اینا رو بگیری، در عوض شوهرمو بهم پس بدی. اینقدر بلخرجی نکن، من لب تر کنم خسرو گرونتر از ایناشو برام میخره، باور نمی کنی؟ وایسا نیم ساعت دیگه که میاد منو ببره سینما، جلو رو خودت بهش میگه. خانم ازتون خواهش میکنم، اگه به من رحم نمی کنین به بچه های من رحم کن. برو بابا، رحم کن، رحم کن. میز رحیمه. پس با این حساب تو نمیخوای دست از سر شوهرم برداری، نه؟ نه، نه، نه. چرا جونم؟ برای تو که شوهر قهد نیست. من از اون زنان کچولو که بزرده این شوهرم از شنگم در بری؟ بابا، به این مستش بری؟ تو در بیار، چشماتو در بیار.
کن چی میگم. این دفعه بیام اینجا تیکه بزرگت گوشته. مردشون هیکلت ببره یک بیری. ذلیل شده. باشو ببینم خاک بسترت کنم. وقتی میخوابه مثل دیو تنوره میکشه. باشو ببینم تنله. چیه؟ خوابم میاد جونت. بلنشو میگم ایله. باشو چیه؟ حالا دیگه چی شده؟ آخه تو اینجا باشو من کتک بخورم. چی تو رو کتک زد پدرشو در بیارم؟ چه منو میزنی مردی که؟ پس کیو بزنم؟ بریم بگه رابیو کیاله الان میره رابیو میشه اونه هاشش داره میره. تو برو تو الان خودم حسابشو میرسم. میرم خیابونه. ببینم شما همون کسی نیستین که چند روز پیش با هم دیگه تصادف کردین؟ چرا؟ چطور مگه؟ نه بابا من با این تاکسی نمیام. شما برای چندر قاز پول اون همه افتضاح در خونه ما بپا کردین. خب میخواستم حقمو بگیرم. واسه بینم تو بگم واسه کجا؟ دست هم بگم دست هم بگم دست هم بگم دست هم بلم کن گم شد کچم. بلم کن دستم در گرفت. بل کن چی بزنی؟ منو میشنی؟ چی بزنی؟ پدر تو در میارم. پاشو برو برس به زندگ بید. بلند شو مرد. قلب بدگم شو. هر که زنم را تولا میدونستم چی کارت کنم. گم شو. باز چی دعوتون شده بود؟ بریم خونه تا بهت بگم. من میرم یه جا کار دارم. اومدی ببریش سینما؟ آها، پس تو اونجا بودی؟ خسرو، برگرد بریم خونه. من دیگه اون پروین سابق نیستم. بهت قول میدم از امروز برات یه زن واقعی و نمونه باشم. خیلی دیر شده پروین. کسی چه میدونه؟ شاید سرنوشت من این بوده. بیا به خاطر بچه هاتم شده ازش دست بردار. من سعی خودم رو میکنم، ولی اگه نتیجه نگرفتم گناهی متوجه من نیست. تاکسی بیا سوارشو برو خونه. امشب مفصل با هم صحبت میکنم. برو شما. به سلامت. به
ببینم پوری. اون اومده بود اینجا؟ انقدر کتکم زده که الان تمام بدنم کبوده. حالا دیگه راه اینجا رو یاد گرفته، هر روز میاد مزاحم من میشه. حالا میگی چی کار کنیم؟ من اعصابم ناراحت خسرو، تو هم خیلی خسته ای. بریم دو سه ما یه جایی استراحت کنیم. کار شرکت چی میشه؟ تو که میگفتی سه ما مرخصی طلب دارم، میتونی از مرخصی استفاده کنی. اون وقت با اتومبیل من دوتایی از راه زمینی میریم آلمان. باید روی این موضوع فکر کنم. همش فکر، همش فکر. گفتم برام خونه بگیر، گفتی باید فکر کنم. گفتم عقدم کن خیالم راحت بشه، گفتی باید فکر کنم. گفتم زنتو طلاق بده، گفتی باید فکر کنم. حالا که میگم بریم چند ماه استراحت کنیم، میگی باید فکر کنم. یعنی میگی به همین سالگی زن و بچه‌مو ول کنم؟ ببین خسرو، اگه بخوای زن و بچه‌تو به رخ من بکشی، اون تصمیمی که گرفتم عمل میکنم، چون بیشتر از این دیگه تحمل ندارم. اگه منو میخوای باید زنتو طلاق بدی. آه، اگه این کارو نکنی من خودمو میکشم. نه، ناراحت نباش، همه چیز درست میشه. جان، بشین، من الان میام. خسرو زود برگردی. خیلی خوب. سلام آقا. سلام. بیا بقلم بابا جون، حالت خوبه؟ بچه، شاید مسافرت من در حدود سه ماه طول بکشه. دلم میخواد مثل همیشه حواستون جمع درستون باشه. مثل همیشه. خسروی عزیزم، چون میدانستم تو را برای همیشه از دست دادم، دست به عملی زدم که مستوجبان بودم. این نام وقتی به دست تو میرسد که من و همسر جدیدم چشم از این دنیا بسته ایم. از تو خواهش میکنم بعد از این از بچه های من خوب مواظبت کن تا رنج بی مادری را حس نکنند. آنکه تا آخرین لحظه عمرش به یاد تو بود پروین. نه دخترم، من دوباره برمیگردم سر خونه و زندگی. بابا جون، یادت یه وقت میگفتی دلم میخواد درس بخونی و مهندس بشی؟ حالا کجا هستی که درس خوندن منو ببینی؟ گفتم برمیگردم پسر جون، اینقدر ناراحتم نکن. نه بابا، اون دیگه نمیذاره تو بیای اینجا. مامان جون همه چیز برای ما گفت. جو بخوای بری چی کار میکنی؟ میخوای بریم جادوی دو بکنی جونم؟ تو بچه ها باش، من الان بر میگردم. بابا رفتی؟ نه پدر جمعه بر میگردم. کو خانم، با ماشین نردن خانم، میگو بریم جادوی. Thank you.
بدیم به پلیس را بهت میگم دنیا دست کی داره. حق نباش جونم، به اونجا میرسی. تو یه دیوونه ای، دیوونه. آره همینطوره، هر چی دلت میخواد بگو، نوبت منم میرسه. چه میکنی؟ بالاخره نگفتی منظورت از این کارا چیه؟ خفه شو دیگه. میدونی که خیلی ناکردم، قربونت برم. بفرمو بفرمو. خوش بالی نروسک، اقلا مامان نداری که از مدر خسته دار بشه. کی گفته اینو؟ قربونت برم مادر جون، زنده است. یه خورده حالش خوب نبود، بابا برد مریض خونه خوابوندش، امروز هم میاد بیرون. آره ما الان چند ماهی که مادر جون رو ندیدیم، تو همه بی خودی میگی بچه‌ها رو مریض خونه را نمیدم. دروغ که نگفتم قربونت برم، بچه‌ها رو تو مریض خونه را نمیدم. حالا وقتی مامان اومد میفهمید که من راست میگفتم. بچه‌های خوب من ناراحت نباشید. اوه امو جون، امو جون، بیا با اینا بوله خدا بش. سلام. آره چی چی داری؟ سلام آقا. بای خواه کن، بره چو بره بس کری جون. بای خواه. چی تو بچه چرا گریه میکنی؟ دیدی مادر جون مرده، اما جون این دست گل آورده که بذاره رو قبره. آی حرفا چی؟ اگه ماما جون زنده بود، این تو سرش میزدی، بچه به مادر بهش تو سری میزدی. آخه این حرفا خوب نیست، مادر جون زنده است. همین الانم آب بیمارش ها میاد بیرون، کن بوده ده. شما اینجا باشی، من الان میرم یاد. آه خود ماما جون. آه مامان من، مامان جون، مامان جون، مامان جون، مامان جون، مامان جون، مامان جونم، مامان جونم، مامان جون چند بود نبودی، من خیلی دلم برا تنگ شده بود. قربونت برم مامان. زیباترین منظره های دنیا میبینی؟ مامان حالا شد زیباترین منظره های دنیا. ببین مامان چکرم، مامان چکرم. مامان جون، امو جون امروز نهار مهمون ما. آره حتما. چی؟ امو جون به گول پدرش میخنده. امو جون این لباسا رو تازه خریده، خدا حافظ، من رفتم. خودمون بریم.
ترجیح میدم مهمون شما باشم تا مهمون این گره خودتونم. قربونه برم، این منو میخوره. صاف پا ببینم آقا صاف. ناراحت نشو، کاریت نداره. از من نترس، بیا بیا سوارت کنم. من دیگه اون محمد سابق نیستم، مرد زندگی شدم. از کجا بریم؟ من و پوری میریم محضر با هم عروسی کنیم. برادرام هم دارم یا شهود بشن. محمد بیا دیگه، مطلع چی هستی؟ بفرما عروس خانم اوقاتش تف شد. خوشتو ببین اینا چه تقاشی دارم باش میدن. امیدوارم به پای هم زمین گیر بشین. کیف کم وجود زن چهرسره دوست داره. اگه زن چهرسره دوست نداشت ساقی جونه میدادیم بهش. نفهمیدم زن چهرسره دوست داره. خب اگه اینجوره بیا مامان ما رو بگی. وای مامان تو خوش رو من گره داریم فامیل بشیم. محمد ویلشون کن بیا دیگه. نه نه دیگه اینجا شوهر نو پیدا کردم. جاری جاری که بودو چیون رو بلا خیرم جاری. نه نه خوش دو جنوب من رفتم. کجا باش بیره چهار تا از آدم هوا پوش کرده. آره که چه سالشه؟ چون 16 ساله بوده که شوهر کرده. الانم 24 تا بچه داره. 16 تا و 24 تا ماک میشه تلتا. ما هم بگو داشتم بیان. یا خدا اینا پسرهای من هست. دفعی چنان بینم بابای جدید معرفی میکنم. به افتخار بابای جدید. هر کی بود در کی نبود به ترک چشم حدود هر کی بود در کی